سلام سلام، گلارا هستم با برنامه انار و سبز و مثل همیشه شما رو با یه خوشمزه سالم گیاهی و وگان آشنا میکنم. یکی از پیش غذاها و یا مزه های عربی که اتفاقا وگان هست حمصه و با اینکه خیلی راحت و آسون تهیه میشه اما انقدر خوشمزه است که هر جا که باشه سریع قلقم میشه. من امروز بهتون حمص سنتی و دو جور حمص فانتزی یاد میدم که برای مهمونیاتون حسابی دلبری بکنید و مهموناتون رو شاد. مواد لازم برای 3 نوع حمص: نخود پخته 700 گرم، 5 قاشق غذاخوری ارده، 7 قاشق غذاخوری آب لیمو ترش، سیر 4 حبه، نمک، فلفل قرمز، روغن زیتون 6 قاشق غذاخوری، جعفری خرد شده برای تزئین. برای حمص صورتی 250 گرم لبوی پخته و یا 5 میلی لیتر آب چغندر و برای حمص سبز پودر اسپیرولینا نصف تا 1 دونه قاشق غذاخوری. اسپیرولینا یک جور جلوک سبز تیر است که هر چقدر از خوبیاش بگم کم گفتم. حاوی 70% پروتئینه و جلوی گرسنگی، خستگی و ضعف رو میگیره و به کنترل وزن کمک میکنه. برای پوست خیلی خوبه، سیستم دفاعی رو تقویت میکنه، سرشار از آهن و منیزیومه و کلسیمش از شیر گاو که فکر میکنید خیلی کلسیم داره بیشتره. به خاطر ویتامین‌های گروه B مخصوصاً B12 اگر تغذیه وگان دارین خیلی خوب ازش استفاده بکنید. مزه خیلی خاص نداره ولی یه کوچولو بوی غذای آکواریوم میده که وقتی با یه چیز دیگه قاطی میشه اصلا محسوس نیست. حالا توی یه سری از برنامه بهتون نشون میدم که چطوری میتونید ازش استفاده کنید. اگر خارج از ایران هستید پودرشو میتونید توی اینترنت سفارش بدید. توی ایران هم به شکل قرص وجود داره اونطوری که من شنیدم ولی پودرشو هنوز نمیدونم جایی بتونید پیدا بکنید. اگر اسپیرولینا پیدا نکردید میتونید از 150 گرم اسفناج تازه استفاده کنید. برای حمص ساده همه مواد رو توی میکسر میریزیم. و خیلی خوب مخلوط میکنیم. وقتی مواد خوب و یک نواخت مخلوط شدن میتونید بچشین و نسبت به ذائقتون ادویه و یا لیمو ترش رو بیشتر اضافه کنید. بعد کل محتویات میکسر رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. برای حمص صورتی لبو رو به 1/3 مواد توی میکسر اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم و اگه به رنگ دلخواه نرسیده بودیم بیشتر لبو اضافه میکنیم. بعد توی ظرف خشکه میریزیمش. برای حمص سبز هم توی کاسه اسپیرولینا رو کم کم اضافه میکنیم تا به رنگ دلخواهمون برسیم. اگه دوست دارین تزیینش کنین میتونین مثل من توی قیف بریزین حمصای دیگه تون رو و بعد گلهای خوشگل توی ظرفتون بزنید. و روش رو با فلفل قرمز و یا جعفری خرد شده تزیین کنید. برای مهمونی هم میشه رونونایی که با کاتر برش زدیم از قبل طرحه بامزه بزنیم و فینگر فود درست کنیم. یا غذای انگشتی یا لقمه کوچولو. خیلی خوشحالم که برنامه ها رو دنبال میکنید و میبینید که دنیای سالم بودن هم میتونه جذاب، رنگی، خوشمزه باشه. و امیدوارم که این رو هم درست بکنید، عکسشون یادتون نره واسم بفرستید. در آخر هم خیلی ممنون به خاطر همه انرژی خوبی که بهمون میدید. توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام حتما میتونید ما رو دنبال بکنید. مثل همیشه سوالا، پیشنهادات، انتقاداتتون فراموش نشه. و یه نکته ای هم که میخواستم بهتون بگم اینه که اولین اسپانسر این برنامه مستر شیرازی اند اکسل ارکسترا بوده و هست. شما اگر خودتون دوست دارین اسپانسر این برنامه بشید یا کسی رو میشناسید که علاقه به این کار داشته باشه حتما با ما تماس بگیرید. تا یک برنامه دیگه از انار و سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خدافظ.
سلام سلام ده ساکت شد سلام درد سلام آمبولانس بود رد شد سلام سلام خوشحال میشیم بخونیم و در خدمتتون باشیم شب تشید نه تنها رو نمیتونیم بخونیم پنج تا برنامه پشت سر رو ضبط کردیم جای همه تون خالی اگه بودید حسابی بهتون خوش میگذشت یه مهمونی باید بگیریم